شرکت ارتباطات موبینت از 7-8 سال پیش کارش رو شروع کرد با تکنولوژی وای مکس روی باند 3.5 و تونست بیشترین تعداد مشتریان وای مکس رو به خودش جذب بکنه، هم در حوزه مشتریان عمومی هم در حوزه مشتریان انترپرایز و سازمانی. بعد از اون هم با پشتیبانی مهندسین ایرانی تونست که کیفیت شبکه خودش رو ارتقا بده، بیاد روی تکنولوژی جدید با نام TDLTE که بتونه هم سرعت بالاتری بده و به این ترتیب مشتریان ما میتونن به شبکه ملی اطلاعات آسان‌تر با سرعت بالاتر و به هر سایت و هر مسیری که علایقشون باشه میتونن دسترسی پیدا بکنن. زیرساخت‌های خیلی خوبی رو هم ما سرمایه گذاری کردیم و این زیرساخت‌های خوب باعث شد که یه دیتا سنتر جدیدی با قابلیت‌های خیلی بالایی از لحاظ ضریب اطمینان، ظرفیت‌های خیلی بالای ارتباطی روی فیبر نوری برقرار بشه. از نظر مردم اینترنت سرعتش مهمه و مردم زیاد به تکنولوژی اینترنت کاری ندارن. اینترنت امروز یه نیاز اساسی مردمه و از نظر مردم هر چی سرعت اینترنت بیشتر باشه اون اینترنت کیفیت بهتری داره. موبینت هم برای اینکه بتونه به این نیاز پاسخ بده به سمت TDLTE رفت تا بتونه پیشتازی خودش رو حفظ بکنه. در برنامه ماه سال گذشته ایجاد شبکه LTE برای موبینت یک ایده یا بهتر بگم یک تصمیم بود، ولی در اول همون سال تونستیم پایلوت LTE را در جزیره کیش انجام بدیم. مسیری که موبینت در 11 ماه گذشته طی کرد تبدیل این تصمیم به ارائه سرویس LTE در بازار ایران بوده. ما تونستیم کمتر از 3 ماه 450 سایت را در سراسر کشور پیاده سازی کنیم و در آینده نزدیک اون رو به 2500 سایت خواهیم رسوند. همچنین در کنار شبکه LTE ما تونستیم دیتا سنتر جدید رو با استانداردهای روز دنیا TI-942 با توان داخلی کشور نصب و راه اندازی کنیم. با ایجاد این دیتا سنتر ما تونستیم اطلاعات شبکه ملی ایران رو وصل کنیم به دیتا سنتر فعلیمون که برای مردم محتوای بهتر و آسان‌تری را ارائه کنیم. تو این مدت حدود 30 تا پروژه تعریف و اجرایی شد. دو تا از معاونت ها به صورت مستقیم، سه تا معاونت در نقش پشتیبان، حدود 200 نفر از پرسنل سازمان درگیر این همه حجم فعالیت و پروژه بودن. هدفم این بود که تمام این پروژه ها در یک زمان مشخص و به یک نتیجه از پیش تعریف شده برسن. به این منظور ما به یک سازوکار جدیدی نیاز داشتیم که بتونیم همه این فعالیت‌ها و پروژه‌ها رو یک پارچه، هماهنگ و همراستا جلو ببریم. این بود که برنامه جامع لانچ LTE با حضور مدیران، کارکنان، معاونین و حتی شخص مدیرعامل تعریف و اجرایی شد تا ما بتونیم امروز به این نتیجه برسیم. از دید من این حجم فعالیت و تلاش تو این بازه کوتاه به صورت همزمان، هماهنگ، طوری که می‌بینیم امروز به نتیجه رسیده واقعا قابل تقدیر و ستودنی.
به کارگیری تکنولوژی نو به همراه استفاده از نیروی مهندسی ایرانی به ما این قابلیت رو میده که همواره روی لبه تکنولوژی حرکت بکنیم و بهترین تجربه رو به مشتریانمون بدیم.